زنگ خطر دکتر عبدالله بغنی نواخته شد. به نام خدا، با تقدیم سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. امید که تا آخر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز با خبر شوید. بشیر احمد قاسانی، روزنامه‌نگار، در برگه فیسبوکش می نویسد: زنگ خطر تازه عبدالله بغنی. دکتر عبدالله گفته است که در گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد اداره موقت می تواند مورد بحث قرار گیرد. اما پیش از این رئیس جمهور غنی با ایجاد اداره موقت مخالفت کرده بود. آقای عبدالله تأکید کرده که طرف های درگیر نباید موقف سخت گیرانه داشته باشند. مذاکرات صلح، حکومت موقت محور گفتگوهای میان افغانان. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که بحث ایجاد حکومت موقت میتواند در گفتگوهای میان افغانان مطرح شود. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تلویزیون یک، عبدالله شام روز گذشته در گفتگوهای ویدیویی با مرکز راهبردی آمریکا برای صلح افغانستان تاکید کرد که تمام موضوعات از جمله ایجاد حکومت موقت می تواند در گفتگوهای میان افغانان شامل بحث شود. او گفت این یک چیز فرضی است. باید به میز گفتگو برویم. باید گفتگو کنیم. اگر آنها خواهان حکومت موقت شوند این معنای متفاوت دارد. در گفتگو هر کس آزاد است، هر گونه پیشنهاد مطرح کند. ما باید در افکارمان انعطاف پذیر باشیم. رئیس شورای مصالحه ملی گفت که تجربه جهانی در روند صلح نشان داده است که یک جانبه گرایی در این روند بی نتیجه بوده است. از سوی او تاکید کرد که حکومت با آزادی کامل 5000 زندانی طالبان نزدیک شده است. کمتر از یک ماه پیش رئیس جمهور غنی در گفتگو با شورای اتلانتیک گفته بود که بحث در مورد حکومت موقت پیش از وقت است. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی، اظهار داشت که امتیازهای یک جانبه به طالبان بیشتر از آن که به روند صلح کمک کند به نفع طالبان تمام شده است. دولت قطر اعلام کرده که در ماه جولای سال روان قرار است که گفتگوهای میان افغانان به میزبانی این کشور در دوحه برگزار شود. اما رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که طالبان تصمیم گرفتند تا زمانی که تمام 5000 زندانی این گروه آزاد نشوند این گفتگوها آغاز نخواهد شد. با این حال و گفته آقای عبدالله، تا حال 75% زندانی طالبان آزاد شده و دیگر زندانی ها این گروه نیز به زودی بر اساس فهرست این گروه آزاد خواهد شد. همچنان رئیس جمهور اشرف غنی احمد زید در گفتگو با یک نهاد غیر انتفاعی آمریکایی موسوم به تیت گفته است ایالات متحده با توجه به تهدید تروریسم باید نگران باشد که خروج نظامیان آنها از افغانستان چه پیامدی برای آن کشور خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان علاوه کرده است که در صورت خروج نیروهای آمریکایی هر جو مرد نگرانی متوجه افغانستان نیست. آقای غنی گفته است که کابل هیچ ملاحظه در مورد تصمیم ایالات متحده در این زمینه ندارد. اشرف غنی می افزاید که نیروهای ویژه افغانستان در سطح منطقه جایگاه دوم را دارد و قوای هوایی این کشور نیز 3 برابر شده است. وی می افزاید اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند نیروهای دفاعی کشور توان مقاومت با حراس افغانان و تأمین امنیت را دارند. آقای غنی هشدار می دهد که اگر سربازان امریکایی از افغانستان قبل از زمان تعیین شده و امضای توافق صلح میان حکومت و طالبان روی
روند گفتگوهای صلح تأثیر خواهد گذاشت. رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده میگوید که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سیستماتیک باشد، نه به گونه عجولانه. شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان در زمان امضای توافقنامه دوحه دست کم به 12,000 نفر می رسید، اما اکنون سنتکام اعلام کرده است که شمار این نیروها به 8,600 تن کاهش یافتند. در حال حاضر روند تدریجی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان درباره طالبان نیز گفته است که آنها بخشی از مردم افغانستان هستند. طالبان بخشی از مردم افغانستان هستند و نمی شود که آنان را نادیده گرفت، و برعکس طالبان نیز باید بپذیرند که بدون خواست مردم افغانستان نمی توانند کاری انجام دهند. پس نیاز است که راه حل سیاسی جستجو شود. اشرف غنی احمدزی در ادامه اظهارات خود افزود است که با وجود کاهش جنگ هنوز هم رقم قربانیان خشونت های طالبان بسیار بالا است، و گفته است که تلفات نظامیان افغان در روز 30 و 35 تن است. این در حالی است که شورای امنیت ملی هفته گذشته را به دلیل تلفات نیروهای دولتی خونین ترین هفته 19 سال پسین عنوان کرد. طبق معلومات این شورا در هفته گذشته 291 نیروی امنیتی کشته شده و 550 نیروی دیگر زخم داشتند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما، چینل یوتیوب دیلی پرس را سابسکرایب کنید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.